همین قسمت قبل بهتون گفتم که IP V4 تموم شده. یه عالمه در مورد IP V4 صحبت کردیم، بعد بهتون تاکید کردم، گفتم IP V4 توی دنیا تموم شده و به خاطر همین IP V6 رو طراحی کردیم. ولی یه سوال، اگه IP V4 تموم شده، پس ما چجوری داریم به اینترنت وصل میشیم؟ پس ما چجوری میریم اشتراک جدید اینترنت میگیریم؟ من وقتی خونم رو عوض میکنم، یا حتی اگه من امروز میخوام به اینترنت تازه وصل بشم، میرم از مخابرات یه دونه اینترنت جدید میگیرم، مخابرات چجوری میتونه منو به اینترنت وصل بکنه؟ اصلا مخابرات رو ولش کنید، شما چجوری یه سایت جدید ثبت میکنید؟ من موقعی که میخواستم charraycomputer.com رو برم بخرم، مگه نباید این چاره کامپیوتر یه IP داشته باشه؟ حالا بگیم نه، یه دونه سایت نه، هر چند تا سایت با هم دیگه یه IP داشته باشن. بالاخره ما با IP نیاز داریم. این همه وقت داریم میگیم 7-8 سال IP V4 تموم شده، پس چجوری میتونیم به اینترنت وصل بشیم؟ اصلا اینا رو بذارید کنار، من ازتون میپرسم IPتون چنده؟ چی به من میگید؟ میگید 192.168 یک یه چیزی، مثلا 1.10. خب ولی اگه از استاد همه چیز دون گوگل خودمون بپرسیم IPتون چنده، چی جواب میده؟ جوابش مگه متفاوت نیست؟ این تصویریه که الان به من جواب داده. من IPم 333، ولی IP که استاد همه چیز دون میدونه یه چیز دیگه است، یا IP دیگر رو میشناسه. چجوریه که این اتفاق میفته؟ چرا IP شبکه داخلی من با IP که من میرم تو اینترنت متفاوته؟ واسه تون توضیح داده بودم، گفته بودم IP های پرایویت توی اینترنت نمیتونن کار کنن و راوترها IP های پرایویت رو دراپ میکنن اگه بیان تو اینترنت. پس من حق ندارم با IP پرایویت برم تو اینترنت. ولی خب چجوریه که این همه آدم میتونن به اینترنت وصل بشن، در حالی که ما داریم میگیم بابا 7-8 ساله IP V4 تموم شده؟ اصلا دلیل طراحی IP V6 هم همین بوده. یه ذره فکر کنید، راه حلش رو با هم دیگه امروز قراره یاد بگیریم. به جلسه 29 دوره نتورک پلاس خوش اومدید. قراره با هم دیگه نت رو یاد بگیریم. سلام، من اردشیر کاویانی هستم، اینجا چهارراه کامپیوتره و خوش اومدید به جلسه 29 دوره نتورک پلاس. توی این جلسه قراره بریم سراغ یکی از مهمترین اتفاقاتی که هر روز داره واسه تون میفته، شما دارید ازش استفاده میکنید ولی احتمالا ازش آگاه نبودید و نمیدونستید چجوریه که این همه آدم میتونن به اینترنت وصل بشن، ولی ما داریم میگیم IP V4 تموم شده. همه اینا به واسطه قابلیتی به اسم NAT یا Network Address Translation. همین اول کار یه نکته رو واسه تون روشن کنم، ما وقتی حرف از NAT میزنیم داریم در رابطه با معروفترین قابلیت NAT که یه جورایی میشه گفت شاید PAT هم باشه یا Port Address Translation هم اضافه شده به NAT صحبت میکنیم، ولی ما سه نوع NAT داریم که میخوام امروز همه رو بهتون معرفی کنم. بازم میگم اصلی ترینش نوع سومیه که میریم سراغش و اونجاست که ما عموما وقتی تو اینترنت میگیم آره نت شده، منظورمون اون مدله، ولی باید دو مدل قبل رو هم بشناسیم و بدونیم که این دو مدل هم وجود داره. و نکته مهمی که بهتون بگم، خیلی از کلاس ها اصلا این رو بهتون یاد نمیدن، خیلی ها نمیگن که آقا دو مدل دیگه ای هم هست و وقتی کتاب بخونی میفهمی، واسه اینکه استاد از نظرش اینه که من باید نت اون مدل رو بهت بگم، چیزای دیگر رو بگم قاطی میکنی. من امروز هر سه مدل رو بهتون توضیح میدم، ولی زوم اصلیمون روی مدل سومه که مهمترین مدل هم هست. چرا هر سه مدل رو میگم؟ چون کتاب هر سه مدل رو گفته. من یه سری از بچه‌ها دارن جدیدن سوالای، حالا بچه‌هایی که دارن قدیم میرسن به این به جلسات، سوالایی میپرسن که حرفشون حقه. مثلا یکی بچه‌ها IP V8 برام فرستاده، میگه آقا چرا در مورد این صحبت نکردی؟ بچه‌ها من بارها هم گفتم، جلسه اولو گوش کنید کامل توضیح دادم، من وفادارم به کتاب. کتابی که قراره بری از روش امتحان بدی این چیزا رو گفته. من هر چیزی که تو کتاب گفته رو دارم میگم. بعد میگم حالا نظری داری یا نداری؟ بله خب قطعا منم اون مقالات رو دیدم، خوندم، یه چیزایی هم در موردش میدونم، یه چیزایی هم واقعا نمیدونم. ولی موضوع اینه که وقتی وفادار باشی به یه کتاب، بگی آقا من دارم این کتاب رو درس میدم، دیگه اصلا نباید بری سراغ اون چیزا و در مورد اون چیزا صحبت کنی، با اینکه من یه عالمه چیزای بیشتر بهتون میگم. ولی مثلا یه چیزی شبیه IP V8 حالا کو تا بهش برسیم. همین IP V4 V6 به اندازه کافی بزرگ است و به اندازه کافی پیچیدگی داره که من بخوام در مورد اون صحبت کنم، پس فعلا سراغ اون یکی ها نمیرم.
خب میخوایم بریم در رابطه با Network Address Translation یا NAT صحبت کنیم. از اسمش معلومه قرار آدرس ما رو ترجمه کنه به یه چیز دیگری. همون عکسی که اول کار نشونتون دادم، IP کامپیوتر من هست 192.168.3.33، ولی وقتی میخوام برم به اینترنت وصل بشم IPم تغییر میکنه به یه چیز دیگه. نکته جالب، هم IP من تغییر میکنه به این IP میرم توی اینترنت، هم IP شاید 100 نفر دیگه بشه دقیقاً همین IP و بره تو اینترنت. چرا؟ چجوری این اتفاق میفته؟ کی به من و اون 100 نفر دیگه این اجازه رو میده که با اون IP بریم تو اینترنت؟ کمبود IP توی دنیا واسطه‌ای شد، دلیلی شد که ما بریم سراغ قابلیتی به اسم NAT و بیایم NAT رو بسازیم. خب طبق معمول من میخوام NAT رو به زبون ساده بتون توضیح بدم. به خاطر اینکه ساده بتونم توضیح بدم، اول میام یه بیس میگم، بیس رو متوجه بشید و بعد شاید یه چیزایی رو بهش اضافه بکنم. پس اول میخوام بریم سراغ NAT ساده ببینیم آقا اصلا چرا ما باید NAT بکنیم. دلیلش رو یه چیزایی واسهتون توضیح دادم، ولی بریم یه ذره موشکافانه‌تر ببینیم NAT چه مزایایی رو به ما میده، انواعش رو بررسی کنیم، بعد بریم سراغ این که حالا چجوری استفاده میشه و غیره، که تو دوره نتورک پلاس ما نت کانفیگ کردن رو یاد نمیگیریم. در این حد بدونید که یه تیک توی مودم میزنید نت درست کانفیگ میشه، ولی ما نت حرفه‌ای تر هم میتونیم کانفیگ کنیم که تو دوره های بالاتر در موردشون صحبت میکنیم. قبل از اینکه بریم سراغ این که ببینیم نت چیه، خوشحالم میکنید اگر هنوز سابسکرایب این کانال نیستید سابسکرایب کنید، اون زنگوله رو هم بزنید. و اینکه حواستون باشه من خیلی ویدیوهای دیگری هم دارم تولید میکنم. ما هفته 3 تا ویدیو منتشر میکنیم که فقط یه دونهش مربوط به دوره نتورک پلاسه و دو تای دیگه ویدیوهای موضوع مختلفه. و اینکه من زوم نمیکنم روی یه چیزو تا انتها برم، سعی میکنم همه وجههای دنیای شبکه و نرم افزار رو پوشش بدم، نرم افزار، سخت افزار و شبکه رو پوشش بدم. اگه ببینید خیلی متفاوت ویدیو میذارم، به خاطر اینکه میخوام افراد مختلف اون چیزی که دوست دارن رو بتونن پیدا کنن، ازش لذت ببرن و کم کم همه رو کامل میکنیم. پس خوشحال میشم اگر ویدیوها رو ببینید، لایک کنید، برام کامنت بذارید و نظرتون رو در مورد ویدیوها بهم بگید. خب بریم سراغ این سوال که نت چیه. ولی یه نکته خیلی مهم بچه‌ها حواستون باشه، این نکته‌ای که همیشه باید حواستون باشه و هوشیارش باشید، شما قرار نیستش که فقط یه چیزو یاد بگیرید، شما قراره به آدما بعداً بتونی توضیح بدی. شما قراره بری توی شرکت وایسی کار کنی و اونجا آدما بهت میگن که خب آقا چرا داری نت میکنی؟ اگه تو درست نفهمیده باشی برای چی داری نت میکنی، چه جوابی داری بهش بدی؟ باید دقیقاً تکنولوژی رو بشناسی، بدونی چرا قراره ازش استفاده بکنی، و اگه فهمیدی چرا قراره ازش استفاده بکنی، مزایا معایبش رو درست فهمیدیه که میتونی به آدما توضیح بدی، بگی آقا من دارم نت میکنم به این دلیل به این دلیل به این دلیل. اون وقته که آدم ها ازت میپذیرن، وگرنه میری توی شرکت وایم نیست کار میکنی، نت هم داری انجام میدی و بعد رئیس میاد میگه که آقا نت نکن، چه دلیلی داره نت بکنی؟ و تو یه چیزایی میگی که رئیس میگه ببین من نمیفهمم چی داری میگی، چرت و پرت نگو، به زبون ساده توضیح بده. باید یاد بگیری به زبون ساده توضیح بدی. واسه اینه که من اینقدر اصرار دارم که آقا من میام به زبون ساده بهت میگم، واسه اینکه اگه به زبون ساده فهمیدی میتونی به زبون ساده به یکی دیگه بگی. انیشتن یه جمله داره، نمیدونم وابس ربطش میدم به انیشتن، میگن که اگر وقتی یه چیزو مطمئن باش بلدی که بتونی به مادر بزرگت اونو توضیح بدی، اگه تونستی به زبون ساده به اون توضیح بدی اون وقته که بلدی. پس من میخوام الان به زبون ساده نت رو براتون توضیح بدم. بیایید دقیقه بی خیال دنیای اینترنت بشیم، بریم سراغ یه مثال ساده. فرض کنیم شما یه ساختمون هستید، یا فرض کنید شما 4 تا دوست هستید که این 4 تا دوست ازدواج کردید و میخواید با همدیگه پیکنیک بذارید برید بیرون، درسته؟ 8 نفر آدمید، 8 نفر آدم میتونن نظرشون رو به همدیگه بگن و یه تصمیم گیری از توش انجام بشه، درسته؟ ولی اگه این 8 نفر رو بکنیم 80 نفر، بکنیم 100 نفر، بازم آیا میشه نظر 100 نفر رو اعمال کرد و به یه نتیجه رسید؟ مثلا هر خانواده به جای 2 نفر بشه 5 نفر، بشه 10 نفر، اون وقت آیا میشه همه نظرات رو با هم دیگه اعمال کرد و به نتیجه درست رسید؟ نه. پس چی کار میکنید؟ میگید آقا هر خانواده
مثال میزنم، این یه راهکاریه که من پیشنهاد میدم. میگیم هر خانواده یه نفر رو به عنوان رئیس بفرسته بیاد تو جلسه، بیاد تو جلسه با هم دیگه صحبت کنیم. 5 تا خونه بودیم، 10 تا خونه بودیم، 10 نفر آدم با هم دیگه به توافق میرسیم. تو نظرات بقیه رو بدون، بیا اینجا به ما بگو، بتونیم این کارو انجام بدیم تا یه جمع‌بندی بشه و بتونیم به نتیجه برسیم. درست؟ حالا اینو ببریم رو مثال اینترنت و آی پی وی فور مون. روز اول که آی پی رو ساختن گفتن بابا این همه آی پی دممون گرم، بدیم به همه. هر کی آی پی می‌خواست بهش میدادن. من یه دونه آی پی می‌خوام، بیا 2 تا واسه تو. من یه دونه می‌خوام، 5 تا واسه تو، 100 تا واسه تو، 50 تا واسه تو. بعد همینجوری دادن دادن دادن، کم اومد. حالا چیکار کنیم؟ اوکی، میایم کلاس لندی می‌کنیم، بعد میگیم این کلاس ها قابل استفاده نباشه، اینا قابل استفاده باشه و اینجوری. باز با اون کلاس بندی مدت رفتن، بعد دیدن که آقا آی پی داره کم میاد. چیکار کنیم؟ اومدن گفتن آقا هر چند نفری که خواستن بیان تو اینترنت بهشون اجازه بدیم با یه آی پی بیان. چرا با یه آی پی بیان؟ پس چجوری بفهمیم که چی به چیه؟ میگم آقا کاری نداره که اون کسی که میخواد بیاد تو اینترنت، اون آی پی که میخواد بیاد تو اینترنت یه حافظه داشته باشه، بدونه که فلانی به من درخواست داده من برم تو اینترنت براش فلان چیزو ببینم، پس بگیرم بهش پس بدم. شبیه وی پی اینی که الان ما داریم استفاده میکنیم فرض کنید، اصلا ربطی نداره، فقط شبیه فرض کنید. یه آی پی داریم این وسط، من 5 تا کامپیوتر پشت این دارم. آی پی که میگم فرض کنید یه مودم داریم، 5 تا کامپیوتر پشت، 5 تا گوشی موبایل، هر چیزی. گوشی موبایل من به این مودم پیغام میده، میگه برو yahoo.com رو بیار. میگه اوکی، شماره 1 اردشیر، اینجوری فرض کنید، میگه اردشیر میخواد بره یاهو رو ببینه. اینجا سر اینجا ثبت میکنم اردشیر یاهو، میره جواب یاهو رو میگیره میاره پس میده به من. کامپیوتر اردشیر میخواد بره، کامپیوتر اردشیر میگه گوگل، میگه اوکی کامپیوتر اردشیر شماره 2ه، میخواد بره گوگل رو ببینه، میره گوگل رو میگیره میاره میده به من. اینجوری با یه جدول داشتن باعث میشه که هر کسی سر جای خودش قرار بگیره و یه نفر میره توی اینترنت. چه مزیتی داره؟ من چندین وسیلم رو میتونم به اینترنت وصل کنم. خب تا حالا هم این اتفاق توی مودم ما میافتاد، درسته؟ اگه توی مودمتون این اتفاق بیفته، درست داره یه لوکال نت انجام میشه، یعنی شبکه لوکال اریا نتورک من یا لن من داره نت میشه میره توی اینترنت. واسه همین بود که وقتی من رفتم توی اینترنت، آی پی کامپیوترم یه چیز بود و آی پی اینترنت که منو میدید یه چیز دیگه. اون آی پی که اینترنت داشت منو میدید در اصل آی پی کی بود؟ آی پی مودم من بود و آی پی مودمم رو داشت به من نشون میداد. آی پی که مودم من رفته بود از آی اس پیش گرفته بود و داشت به اینترنت نشون میداد، درسته؟ پس من به این دلیل نت میکنم. تعداد، قشنگ دقت کنید، تعداد کامپیوترهای جهان زد بالا، انقدر تعداد رفت بالا که گفتیم من نمیتونم دیگه به هر کامپیوتری آی پی بدم. اومدم چیکار کنم؟ گفتم من به هر مودمی که میخواد وصل بشه یه آی پی میدم، با اون آی پی بره تو اینترنت و کار بکنه. خب حالا اگه تعداد مودم ها هم بره بالا و اینترنت دوباره کم بیاره چیکار میکنیم؟ دوباره اومدن یه لول دیگه نت هم این بالا گذاشتن. همین الان هم تو بعضی از ISP ها این اتفاق میفته، نت پشت نت قرار میگیره. یعنی خود ISP کلن 10 تا دونه IP داره، این 10 تا دونه IP رو میاد کامپیوترها یا مودمایی که پشتش هستن رو نت میکنه، میگه هر شما هر 5 تاتون از یه IP استفاده کنید برید، هر 10 تاتون از یه IP استفاده کنید برید تو اینترنت. مثلا IP شماره 1 رو میدم به 100 تا کامپیوتر، 100 تا مودم اول، IP 2 رو میدم به 100 تا بعدی، IP 3 رو میدم به 100 تا بعدی و غیره. اینجوری منی که خودم مودمم داره نت میکنه یه بار یادداشت میکنه، یه بار دیگه هم ISP من یادداشت میکنه و نت میکنه، من رو میفرسته تو اینترنت. که حالا تو بحث حرفه‌ای و پیشرفته به این میرسیم که آقا این دبل نت شدن چه عیب هایی برای من داره. ساده ترینش اینه که شما دیگه نمیتونید از IP شما دیگه نمیتونید کاری بکنید که مثلا با DDNS بتونید به اینترنت وصل بشید، به خاطر اینکه دوبار داره IPتون تغییر میکنه و این مشکل زام میشه واسه تون.
خب حالا بریم سراغ کاربردهای نت. ببینیم نت کجاها کاربرد داره. یکی از کاربردهای اولین کاربردش رو که بهتون گفتم اینه که شما میخواید کامپیوترهاتون رو به اینترنت وصل بکنید و IP یونیک به اندازه کافی برای هر هاستمون نداریم. خب این اصلی ترین سناریو نت. اول ویدیو هم گفتم این میشه سناریو اول و مهمترین سناریویی که ما ازش استفاده میکنیم، ولی روش‌های دیگری هم داره و دو نوع دیگه نت هم وجود داره که اونا هم میخوایم بریم سراغشون. پس کاربرد اول اینه که کامپیوترهای زیادی رو به وسیله یک IP به اینترنت وصل بکنیم. کاربرد دوم، من دو تا شبکه دارم، یه شرکت دارم مثلا توی میدون هفته تیر، یه شرکت دارم توی میدون ونک تهران، ولی قرار نیست این دو تا شرکت با IP های جداگونه توی اینترنت شناخته بشن. قراره هر دو تاشون با یه IP توی اینترنت شناخته بشن، به خاطر اینکه نمیخوام اصلا کسی بدونه که آقا من دو تا شرکت دو جای مختلف دارم. میخوام هر کس از توی اینترنت نگاه میکنه فکر کنه یه شرکت یه جای. چیکار میتونم بکنم؟ میتونم عملیات نت انجام بدم، هر دو تا رو بذارم زیر مجموعش و بگم که این قراره بره به اینترنت وصل بشه و هر جفتشون با یک IP میرن توی اینترنت. کتابم یه شکل کامل در مورد این داره. و کاربرد بعدی یا کاربرد سوم اینه که شما به هر دلیلی ISPتون رو عوض کردید، ولی همچنان میخواید از IP قبلی خودتون استفاده بکنید. به شرطی که اون IP رو برای خودتون گرفته باشید، میتونید بیاید کاری بکنید که بگید آقا همه این IP های جدید ISP من بره از اون IP استفاده کنه، یا نه اصلا هنوز اون IP قبلی رو داری و میخوای یه شرکت دیگر هم بیای اصطلاحا مرج کنی بشه همون روش قبلی. پس میتونی اگر IPشو داری بیای بگی آقا همه این کامپیوترها از این IP استفاده بکنن برن تو اینترنت. اگه ISP تو عوض کردی همچنان اون IP رو داشته باشی و با اون کار بکنی، به خاطر اینکه آدرس های شبکت به هم نریزه. حالا به هر دلیلی شما رفتید IPاتون رو توی اینترنت به عنوان وب سرورها کانفیگ کردید، نمیخواید راوترهای بین راه دوباره بیان IP عوض بکنن، نمیخواید مدت زمان تغییر واسهتون بیفته و هر چیز دیگری، میتونید از روش این نوع نت استفاده بکنید. خب اگه موافقید بریم تو کتاب یه مقدار کتاب رو با هم دیگه ببینیم. کتاب مزایا و معایب رو گفته، دو سه تا شکل داره، من شکلا رو بهتون نشون بدم، توضیحات بیشتر رو بدم و برگردیم. خب همونجور که میبینید قسمت آخر این فصل در رابطه با نت دارید میبینید، اینجا توضیحاتیه که داده. این اولین شکلیه که کتاب گذاشته، همون قضیه که گفتم و این همون سه تا کاربردی که الان در موردشون صحبت کردم. این یکی از همون کاربرداست، اینکه شما بتونید دو تا شبکه رو مرج کنید. نگاه کنید یه سری کامپیوتر داریم اینجا به سویچ وصله، به یه راوتری وصله و این اصطلاحاً سکشن یا بخش انجینیرینگ ماست. یه قسمت سیل هم داریم، فروش هم داریم و میخواییم هر جفت اینا بره زیر مجموعه کل این شبکه‌مون و بره تو اینترنت، چیزی که خب همه جای دنیا از این استفاده میکنن. دقت کنید مثلا شما مایکروسافت رو به اسم مایکروسافت میشناسی، حالا امکان داره سروراش این جای دنیا باشن، از این روش داره استفاده میکنه واسه اینکه کار رو انجام بده. پس این یکی از کاربردهای جذاب نته که میتونیم ازش استفاده بکنیم. خب بریم یه نگاه به مزایا و معایب نت بندازیم، ببینیم که کتاب در مورد مزایا و معایبش چی گفته. اولیش اینه که میگه آقا آدرس‌های ثبت شده قانونی رو شما میتونید همیشه حفظشون بکنید. همون قضیه که توضیح دادم، اگه رفتی IP رو خریدی، اون IP همیشه واسه توه و میتونی هر شبکه‌ای رو دلت خواست بندازی پشت این IP. ده ها شبکه داشته باشی و بندازیش پشت یه IP و بتونه کار بکنه. مورد بعدی اینه که همپوشانی آدرس های اوورلپشون رو از بین میبره و کاهش پیدا میکنه. این همپوشانی شما میتونید چندین شبکه مختلف رو استفاده بکنی و اینا لازم نیست همپوشانی داشته باشن. یه شبکه میتونه از مثلا کلاس A باشه پرایویت، یه شبکه دیگه کلاس B پرایویت باشه و شما همه رو بندازید پشت یه IP و از اون استفاده بکنید. و حتی IP های پرایویت هم شاید نباشه، حتی IP های پابلیک باشه، میتونید این کار رو باشه انجام بدید. فلکسیبیلیتی ما رو برای وصل شدن به اینترنت افزایش میده. یعنی چی؟ دستمون رو بازتر میذاره که بخوایم به اینترنت وصل بشیم، دست و بالمون بازتره واسه این کار. و مورد آخر اینه که الیمینیت میکنه یا از بین میبره رینامبر کردن IP ها رو توی شبکه. یعنی اگه شما شبکتون رو عوض کردید، لازم نیستش که دوباره بیای همه IP ها رو از نو بخوای IP بدی و مثلا بدید همون قضیه که گفتم روی راوتر هاتون بیاید IP های جدید ست بکنید.
یا روی مثلا وب سروراتون بیارید آی پی جدید ست بکنید، آی پی همون نت قبلیه، شما هر آی پی رو خاصی عوض کن، اون بر وقتی داره میره توی اینترنت با آی پی درستایی میره توی اینترنت و این دیگه اونجا تغییری صورت نمیگیره. یک بار که نت بکنی دیگه نیازی به تغییرات بعدی نداری. خب اینا مزایای نت بود. حالا بریم قطعا در کنارش یه سری معایب هم داره. حالا بریم معایبشو ببینیم. اولین عیبی که مهمترین عیب نت هم میتونه باشه اینه که ترجمه کردن این آی پی توی سویچ ها یا دیلی برای ما ایجاد میکنه. پس این کار با تأخیر صورت میگیره. این که باید ثبت بکنه، حالا پایین تر من جدولش رو بهتون نشون میدم، این که باید ثبت بکنه، جواب بگیره، بده به اون آدم، برای ما یه تأخیر ایجاد میکنه. مورد دوم اینه که قابلیت ردیابی end to end آی پی رو برای ما از بین میبره. یعنی دیگه من نمیتونم دقیقا بگم که آقا کی داره به کی پیغام میده، به خاطر اینکه پشت نته. حالا فرض کنید یه مرحله نت هم نباشه، دو مرحله نت باشه، همونجور که توضیح دادم، این قضیه میتونه این مشکل رو برای ما ایجاد بکنه. و مورد آخر این که یه سری از برنامه ها با قابلیت نت مشکل دارن و وقتی نت روشن میشه به مشکل میخورن، که اینم باید حواسمون بهش باشه. ولی امروزه همچنان به واسطه این که ما آی پی توی دنیا کم داریم، داریم از نت استفاده میکنیم و هر جایی که لازمه مجبوریم که نت رو فعال بکنیم. یه نکته بگم که خیلی ها این رو اشتباه میکنن و باید حواستون باشه، نت هیچ ربطی به آی پی ثابت نداره. خیلی ها میگن آره آی پی، آها این پس آی پی ثابته، من واسه شون توضیح میدم اینا، میگن آها پس این همون آی پی ثابت و اینجور چیزاست. نه آقا، آی پی ثابت و نت هیچ ربطی به هم دیگه نداره. خیلی به هم نزدیکن، خیلی مفهوم شبیه به همی دارن، ولی واقعا این دو تا یکی نیستن. دقت کنید، شما خود همون آی پی که داری میری به اینترنت وصل میشی باهاش، که گفتم میتونی یه عالمه کامپیوتر رو بذاری پشتش نت کنی، اگه خود اون آی پی همیشه ثابت باشه، در اصل یه آی پی ثابت داری که داره کار نتینگ رو با اون آی پی انجام میده، تو رو میفرسته تو اینترنت. اگه اون آی پی خودش هم عوض بشه، یعنی یه آی پی داینامیک داری که حالا ثابت هم نیست، خودش میتونه هی عوض بشه و باز این آدما پشتش میتونن نت بشن برن تو اینترنت. پس نت و آی پی ثابت یکی نیستا. دقت کنید، این دوتا هیچ ربطی به هم دیگه نداره. نت رو پشت آی پی است ثابت میتونیم انجام بدیم، پشت آی پی متغیر هم میتونیم انجامش بدیم. خب حالا که مزایا و معایب نت رو با هم دیگه بررسی کردیم، بریم سراغ سه روشی که اول کار بهتون گفتم. گفتم سه روش برای نت وجود داره، بریم دونه دونه اینا رو با هم دیگه بررسی کنیم. اس نت یا استاتیک نت، دی نت یا داینامیک نت و اورلودینگ. دونه دونه اینا رو می‌خوایم با هم دیگه بررسی کنیم. اول از همه بریم سراغ اس نت. توی روش اسنت ما یه دونه آی پی گلوبال داریم که میخواد بره به اینترنت وصل بشه، درسته؟ یه دونه آی پی گلوبال دیگه هم میگیریم برای شبکه‌مون و این دوتا رو به همدیگه وصل میکنیم، وان تو وان در اصل وصلش میکنیم. هر کسی که پشت این آی پی هست با آی پی خودش به اینترنت وصل نمیشه، با این یکی آی پی میره تو اینترنت و کار میکنه. خب چه مزیتی میتونه داشته باشه؟ دلایل مختلفی برای استفاده وجود داره. یکی اینه که شما میخوای از یه شرکت دیگه وصل شی به یه شرکت، با آی پی اون شرکت بری تو اینترنت، یه چیزی شبیه پراکسی، یه چیزی شبیه وی پی ان. یه کاربرد مهم دیگه اینه که شما میخواید امنیتتون رو زیاد کنی، یه آی پی رو میندازی پشت این یکی، با اون میری تو اینترنت. همیشه میتونی این آی پی رو برداری جابجا بکنی و خیالت راحت بشه تو با یه آی پی دیگه داری میری تو اینترنت و امنیتت رو افزایش میدی. این روش اسنت یا استاتیک نت هست. نکته مهمی که باید بهش دقت کنید اینه که برای هر دو طرف باید آی پی گلوبال داشته باشید، یعنی آی پی که داخل اینترنت معتبر باشه و بتونی از اون استفاده بکنی. این روش اول یا اسنت. روش دوم یا دی نت. توی روش داینامیک نت یا دی نت ما میایم میگیم آقا من میخوام برم به اینترنت وصل بشم، 50 تا هم آی پی دارم، ولی تو شبکه داخلیم نمیخوام از این آی پی ها استفاده کنم. تو شبکه داخلیم اگه این آی پی ها رو بذارم، کاربرا سختشونه، نمیفهمن چه خبره. وقتی میخوام برم تو اینترنت، با آی پی درست برو تو اینترنت، ولی تو شبکه داخلی بذار اینا همون 192.168.1.1 یادشون باشه، با اون کار بکنن. میگم مشکل نداره، میام داینامیک نت را میندازم، هر یه دونه آی پی رو
متناظر میکنم روی یه آی پی دیگه میره تو اینترنت. فرقش با روش اول چیه؟ آی پی های اینور دیگه آی پی های گلوبال نیستن، آی پی های پرایویت خودم که دارن ازش رو استفاده میکنم. 192.168.1.1 رو وصلش میکنم به مثلا 67.68.69.1 برو تو اینترنت. 192.168.1.2 رو وصلش میکنم به 67.68.69.2 برو تو اینترنت و همینجوری. توی این روش به ازای هر یه دونه آی پی باید یه دونه آی پی گلوبال همین ور داشته باشید که بره تو اینترنت. پس چه مزیتی داره؟ مزیتش اینه که این ور شبکه ساده داره کار میکنه، شما یه سری آی پی پرایویت داری، برای خودتون هم دارید کار میکنید، هر زمان خواستی بری به اینترنت وصل بشی از آی پی گلوبالت استفاده میشه، میری تو اینترنت جوابو میگیره به تو میده. ولی کجا کاربرد داره؟ جایی که من این ور به اندازه کافی آی پی داشته باشم. اگه به اندازه کافی آی پی ندارم، مجبورم برم سراغ سناریو سوم، اوورلودینگ یا پت یا پورت ادرس ترنسلیشن. تو سناریو سوم، همون سناریویی که ما اغلب اوقات ازش استفاده میکنیم و هر وقت میگیم نت، اصلا منظورمون این نوع نته، نت اوورلودینگ منظورمونه. چیه قضیه؟ من یه دونه آی پی دارم و میخوام با این یه دونه آی پی 100 نفر، 200 نفر، 2 نفر، 5 نفر رو بفرستم تو اینترنت. چی کار میکنم؟ میام میگم کامپیوتر شماره 1 هر وقت خواستی بری به اینترنت وصل بشی از پورت شماره 1078 استفاده کن، به نت دستور بده، بگو هم میخوام برم به فلان سایت وصل شم. نت خودش شعور داره، میفهمه، درخواست تو رو میفرسته، جوابو میگیره به تو میده. کامپیوتر شماره 2 از پورت 1068 استفاده کن، بگیر بده به اون، بره به اینترنت، برگرده بشو به تو بس بده جواب رو. کامپیوتر شماره 3 همینجور، کامپیوتر شماره 4 همینجور. یه دونه آی پی گلوبال دارم این سمت، ان تا آی پی پرایویت اینور دارم که میخوام همه رو از طریق اون بفرستم تو اینترنت. این همون چیزیه که هر روز توی خونتون دارید ازش استفاده میکنید و اصلا به واسطه همینه که شما میتونید برید تو اینترنت. توی ادامه من یه دونه مثال از دینت یا داینامیک نت و یه دونه مثال از اوورلودینگ رو با شکل و خیلی کامل توی کتاب بهتون نشون میدم. قبل از اینکه بریم اون رو نشونتون بدم، بریم با همدیگه ببینیم که این اوورلودینگ باعث چه اتفاقی تو کامپیوترمون شده. اول کار یه عکس بهتون نشون دادم، گفتم که آی پی ثابت من، آی پی کامپیوتر من چیه و آی پی که من دارم میرم تو اینترنت چیه. بریم با هم دیگه یه نگاه به این بندازیم، ببینیم که شما چجوری میتونید این کارو خودتون انجام بدید. برید آی پی خودتون رو هم ببینید، ببینید که فرق میکنه و از الان دیگه بدونید به واسطه نت که این اتفاق میفته. اگه شد رو مودم هم این رو بهتون نشونش میدم. خب اول از همه بریم ببینیم آی پی کامپیوتر من چیه. ران رو باز میکنم، میذارم cmd توی پنجره کامند، تایپ میکنم IP config. بارها بهتون نشون دادم دیگه IP کامپیوتر من هست 333، درسته؟ این اترنتیه که من دارم ازش استفاده میکنم و از 31 که اکسس پوینت من هست رفته IP گرفته. بریم از گوگل بپرسیم What is my IP؟ ببینید گوگل داره یه پیغام دیگه میده، یک نتیجه دیگه میده. یعنی چی؟ یعنی آقا داره یه تغییری صورت میگیره. اینجاست که میگم نت داره میشه و من توی اینترنت با این آی پی شناخته میشم. خب حالا نکته مهم، ببین من الان روی براوزری هستم که وی پی ان نداره. برگردم رو براوزر اصلیم، بزنم What is my IP، ببینید چه اتفاقی میفته. وقتی وی پی ان هم دارم دوباره داره آی پی من عوض میشه. پس انگار که یه وی پی ام مانندی داره این کار رو انجام میده. میبینید نت داره این کار رو برای من انجام میده. حالا اگه من بخوام بدونم این آی پی کیه، امکان پذیر هست، میتونید خود آی پیتون رو سرچ کنید. ببینید اینجا قشنگ توضیح میده، میگه آقا این آی پیه که توی این رنجه، خب حالا آخریشو کار نره، این رنج میگه مال فرابرد داده های ایرانیانه، این آی پی برای ایشون در نظر گرفته شده. حالا این به هر کسی این رو اختصاص داده و میتونید برید پیگیری کنید ببینید چیه، که حالا من خیلی هم نباید نشون میدادم دیگه نشونش دادم. پس اینجوری میتونید بفهمید که آی پی برای کجا رزرو شده. یا آی پی دیگه داشته باشید خیلی راحت میفهمید که اون برای کجا هستش. آی پی وی پی انتون اینجوری میتونید برید سرچ کنید ببینید مال کدوم کشوره، به اسم کی ثبت شده و غیره. پس این از دیدن آی پی ادرسمون. حالا بریم به مودممون وصل بشیم ببینیم که آیا میتونم ببینمش که چی به چیه و کی به کیه. این اکسس پوینت منه و من نمیدونم که اکسس پوینت هم داره
نت انجام میده یا مودمم. خب از اونجایی که ون آی پی ادرس رو از رنج 192.168.0.246 داده، مطمئن میشم که اکسس پوینت هم این کارو نمیکنه و مودمم داره این کارو میکنه. خب نگاه کنید، من وصل شدم به مودمم، مودم زیتل دارم، ببخشید من اینا رو مجبورم بپوشونم واسهتون. فقط اینجا رو نگاه کنید، من آی پی ونم هست 185.197.71.182، همون آی پی که دقیقاً گوگلم به من گفت، گفت تو با این آی پی وصل شدی، و آی پی که به شبکه داخلیم داره میده 192.168.0.264. پس اینجا میفهمم که داره عملیات نت رو انجام میده به همین سادگی. بریم سراغ این که حالا نت چجوری کار میکنه. من توضیحش رو دادم ولی روی شکل با هم دیگه ببینیم، به خاطر اینکه بهتر اون رو درک بکنیم. نگاه کنید، من یک شبکه داخلی دارم اینجا که مثلا آی پی آی رنج 10 دارن، 10.1.1.1.2.3، درسته؟ یه ایمیل میخوام از 10.1.1.1 ارسال بکنم بره به این هاست برسه و منتظر جوابش هم قطعا میمونم. چی کار میکنم؟ حالا یا یک بسته شما فرض کنید یا هر چیز دیگری، من میام اینجا درخواستم رو میدم به مودمم. خب مودم من که مودم راوتر من هست و داره کار نت رو انجام میده، اون رو دریافت میکنه، میگه که آقا 10.1.1.1 من یه آی پی براش در نظر میگیرم به آی پی 170.168.2.2. اینجا الان چندین آی پی وجود داره، یعنی داریم حالتی رو نگاه میکنیم که من روی روترم چندین آی پی دارم، سه تا دونه آی پی هم دارم، مثلا سه تا کامپیوتر دارم، سه تا آی پی هم دارم، وان تو وان هستش. خب چیکار میکنم؟ میگم آقا 10.1.1.10.1.1.1 میخواد به 170.168.2.2، از این طریق من براش بسته رو ارسال میکنم، میگیره بسته رو ارسال میکنه. نگاه کنید تو مسیر خورده سورس ادرسش 170.168.2.2، میره تو اینترنت، میره میرسه به دست مقصد، مقصد میخونه، جواب میده. جواب رو به کی ارسال کرده؟ ببینید دستینیشن ادرس کیه، 170.168.2.2. جواب میاد اینجا میرسه دست این، میگه جوابو به آی پی 170.168.2.2 من دادن، این توی شبکه داخلی من معادل 10.1.1.1، پس جوابو میگیرم و به 10.1.1.1 پس میدم. این کل کاری که نت داره توی حالت اول انجام میده، حالتی که من به ازای هر یک کامپیوتر یه دونه آی پی هم داشته باشم و میخوام از اون طریق به اینترنت ارسال کنیم. بریم سراغ روش بعدی که گفتم پت هم میتونیم بهش بگیم. اینجا یه ذره پیچیده تره، قشنگ دقت کنید، باز همون سه تا کامپیوتر رو دارم با یه تفاوت، اون سمت یعنی سمت اینترنت من یه دونه آی پی بیشتر ندارم، آی پی 170.168.2.2، هیچ آی پی دیگری ندارم. حالا چی کار باید بکنم؟ حالا موقعی که رفتم با DHCP به اینا آی پی دادم، بهشون گفتم آقا اگر خواستی بیای وصل بشی یه شماره پورت انتخاب کن و به اون شماره پورت من ارسال کن. مثلا الان دوباره بریم سراغ 10.1.1.1، داره بسته میفرسته دیگه، بسته رو میفرسته، میاد تا اینجا، این میگه 10.1.1.1 با پورت 1024 یه بسته ارسال کرده. ببینید شما دیگه الان پورت میدونید چیه، آی پی میدونید چیه، قشنگ دقت کنید، یه بسته ارسال کرده. من این رو ترجمه میکنم، نتورک ادرس ترنسلیشن بود کارش، میگه من این رو ترجمه میکنم به 170.168.2.2 با همون پورت 1024، واسه اینکه یادم بمونه 1024 1024. خب و این رو به سمت اینترنت میفرستم. پس اینو حفظ کرد که آقا هر چی اومد روی این پورت من دارم از همین پورت هم ارسال میکنم. شروع میکنه ارسال کردن، میره میرسه به کجا باید بره؟ به 170. این سورس دستینیشنش کیه؟ قراره بره برسه به 63.47.3، یعنی این به این پایینی میاد، بسته میرسه دست این. خب جواب میخواد بده، جواب میده به 170.168.2.2. دقت کنید، اومد به این برگشت، نگفته به کدوم پورت، به خاطر اینکه پورت رو خود نت حفظ کرده.
میگه آقا من بسته رو از این گرفتم، به همونم جواب میدم. بسته رو به همون جواب داده، میاد اینجا، برمیگرده میرسه اینجا. از IP 634073 درسته؟ میرسه اینجا، نگاه میکنه، میگه اوکی 634073 با پورت 23 مثلا به من یه جواب داده. جواب باید به دست کی برسه؟ نگاه میکنه به اینساید لوکال IPش، میگه فلانی بود که درخواست داده بود من فرستادم به این، پس جواب به همین پس میدم، میاد به دستش میرسه. خب حالا بریم سراغ مثال سخت‌تر. نگاه کنید، دو تا کامپیوتر دارم اینجا، یکی با IP 10.1.1.3 و 10.1.1.2 که هر دو درخواستشون برای این یکی کامپیوتره 6341723. خب هر جفتشون با این کار دارن. حالا نت من باید چی کار کنه؟ احتمال داره که N نفر پشت نت با گوگل کار داشته باشن یا نه؟ بله، حتما پیش میاد. پس میگه حالا میاد پورتای جداگونه انتخاب میکنه، خیلی راحت میگه آقا 10.1.1.2 با پورت 17.23 درخواستشو فرستاده، منم با همین پورت میفرستم به اینترنت. اون یکی با این یکی درخواست فرستاده 14.92، من با این میفرستم، وقتی هم جواب برگشت به همون میبرم پس میدم. پس نگاه میکنه میگه آقا با پورت 17.23 درخواست رو فرستادم به سمت 6341073، جواب برگشته، دوباره میدونم که آقا جوابی که به پورت 1723 اومده رو باید ببرم بدم به کامپیوتر شماره 2، جوابی که به پورت 1492 اومده رو باید ببرم بدم به کامپیوتر شماره 3. به همین راحتی TCP PAT هم اینجا برای ما کار میکنه، یعنی Port Address Translation برای ما انجام شد. این مهمترین نوع نت که استفاده میشه، همون چیزی که اینجا واسهتون توضیح دادم به اسم اوورلودینگ شناخته میشه، پد شناخته میشه یا نت اوورلود هم شناخته میشه. یه مورد دیگه که در مورد نت باید بدونید اینه که حواسمون به اصطلاحا باشه. وقتی میخوایم از شبکه داخلی اسم ببریم، شبکه داخلیمونو به چه اسمی میگیم؟ شبکه داخلی که با IPI داخلی دارن استفاده میکنن چیه؟ شبکه داخلی که قراره IPI گلوبال استفاده کنن چیه؟ شبکه اینترنت چیه؟ چهار تا دونه اصطلاحه که باید این چهار تا رو یاد بگیریم. این چهار تا رو هم توی کتاب بتون نشون بدم و با شکل اون رو بهتر درکش بکنید. اینم بریم ببینیم. کتاب میگه که آقا ما یه سری نت نیم داریم که باید حواسمون به این نت نیم‌ها باشه. اینا چیان؟ چهار تا اسم برامون گذاشته اینجا. اول از همه میگه آقا مثال رو ببینیم. میگه آقا این شبکه داخلی ماه، این و شبکه خارجی مونه دیگه، درسته؟ حالا واسه اینکه این شبکه داخلی و خارجی رو از هم جدا کنیم، تا حالا میگفتیم آقا اینساید لوکال، اینساید و گلوبال. اوکی، حالا بیاد یه چیز دیگه هم بهش اضافه کنیم. آقا اینساید من یه دونه IP معمولی داره، یه IP ترجمه شده، اون رو چجوری تشخیصش بدم؟ چهار تا اصطلاح اضافه کرده. میگه آقا اینساید لوکال یعنی IP سورس من قبل از ترجمه شدن، اینساید گلوبال یعنی IP که اینجاست هنوز تو شبکه داخلی بعد از ترجمه شدن. یعنی چی؟ نگاه کنید اینجا رو، اینساید لوکال IP، اینساید گلوبال IP، هر جفتشون همچنان مال اینسایدن. میگه آقا این IP قبل از ترجمه است، این IP بعد از ترجمه است. خب اینا همچنان واسه شبکه داخلن. شبکه بیرون هم همینجور، یه IP داره که قبل از ترجمه است، یه IP داره که بعد از ترجمه است. شبکه آوتساید من اینم عینه همین جدول براش تشکیل داده میشه، IP قبل از ترجمه و IP بعد از ترجمه. حواسمون به این چهارتا هم باشه. یه نکته دیگه هم بگم، ببینید من ویکیپدیای نت رو باز کردم که ببینید. نگاه کنید Network Address Translation، ویکیپدیاش یه سری توضیحات گذاشته و نکته مهم بچه ها اسمای مختلفه. نگاه کنید اینجا اومده گفته آقا بیسیک نت چیه؟ One to many نت. عکس رو نگاه کنیم، وان تو منی نت همون چیزیه که من الان به عنوان اوورلودینگ براتون اسم بردم. داره از یه پورت استفاده میکنه، IP ها هم این کامپیوتر ها IP هاشون فرق میکنه، همه رو به یه IP میفرسته و غیره، درسته؟ و در ادامه اومده گفته آقا ما متدهای ترنسلیشن دیگری هم داریم، فول کان نت داریم،
address restricted connet داریم، port restricted connet داریم، symmetric داریم و غیره. چهار تا روش رو اینجا اسم برده. من قبلا هم همین اول همین جلسه اتفاقا گفتم آقا من وفادار به متن کتابم، متن کتابو میگم. چرا؟ به خاطر اینکه توی امتحان بعد از اون امتحان داده بشه و اصل قضیه اینه که شما مفهوم رو بفهمی. اگه فهمیدی که آقا قرار نت چی کار بکنه، حالا اینکه این پشت این یکی رو یاد بگیری خیلی سخت نیست، بالاخره توضیحو میخونه آدم یاد میگیره، از شکلم که خیلی قشنگ معلومه که آقا چه اتفاقی داره میفته. پس حواستون باشه، نیاید گیر بدید که آره نه استاد من این شکلی گفته، اون یکی این شکلی گفته. انواع روش‌های مختلفی داره. شما اگه از بیس و پایه اصولی بفهمی نت به چه دردی میخوره، بقیهش دیگه مشکل نداره، میتونی به راحتی تغییر بدی و کاربردهای دیگه‌اش رو هم یاد بگیری. خب نکته آخری که کتاب گفته توی این فصل در رابطه با اینه که حواستون باشه، درسته که نت داره کار پت یا پورت ادرس ترنسلیشن رو انجام میده، ولی این هیچ ربطی نداره که تو نتونی خودت پورت فورواردینگ را بندازی، یا تو همچنان میتونی پورت فورواردینگ تو را بندازی، استاتیک روت تعریف بکنی، هر اسم دیگری که مودمت داره میتونی اون کار انجام بدی. این کاری که مودم انجام میده رو خودش میفهمه، خودش با شعور خودش این کار رو انجام میده و هیچ محدودیتی برای ما ایجاد نمیکنه که ما نتونیم یه پورت فورواردینگ انجام بدیم. اگه تو رفتی پورت فورواردینگ انجام دادی و گفتی از یه پورت خاص استفاده کنه، خیلی با شعورانه مودم نگاه میکنه، میگه اوکی این پورتم پره، پس از این استفاده نمیکنم، یه کار دیگری انجام میدم. واسه کسایی هم که از یه پورت دیگر استفاده میکنم، درست واسه کسایی هم که نمیدونن پورت فورواردینگ چیه، به میرسیم و در موردش صحبت میکنیم. فقط مثال ساده بگم، شما میخوای دوربین مدار بسته تو اینترنت بتونی ببینی، شرکت داری دوربین مدار بسته بستی، میخوای بتونی از تو اینترنت ببینی، کافیه بری یه IP ثابت بگیری، یا حتی اگه IP ثابت هم نگرفتی از یه سرویسی به اسم DDNS استفاده بکنی و بیای بگی آقا DVR تو ربط بدی به مودم، بگی آقا DVRم هر وقت خواستم بشه بس بشم از پورت شماره مثلا 12440 استفاده میکنم که بتونم به این وصل بشم. یه پورت فورواردینگ، استاتینگ مپینگ، استاتینگ روت یا هر اسم دیگری که مودمتون داره تعریف میکنید و میتونید این کار انجام بدید و این هیچ ربطی به نت نداره و دوتا مبحث مجزاست و جفتشون میتونن در کنار هم دیگه کار بکنن، به صحت و سلامت در کنار هم زندگی کردن و پیر شدن و بزرگ شدن و رفتن بس خودشون. خب امیدوارم که از این جلسه، جلسه 29 دوره نتورک پلاس هم لذت برده باشید و به دردتون خورده باشه. نمیخوام خیلی سخنرانی بکنم، نمیخوام خیلی طولانی بشه. فصل 8 کتابمون هم تموم شد و بازم میتونم بگم که رسیدیم به اونجایی که دیگه بعد از این خیلی شاید توی دوره های دیگه در موردشون گفته نمیشه. من براتون درس میدم، ادامه میدم، ولی شما تا همین جاها رو ببینید به راحتی میتونید هر دوره دیگه رو بخواید شروع بکنید. خیلی ها در رابطه با دوره بعدی میگن، قطعا دوره بعدی ما دوره ویندوز کلاینت و من ویندوز کلاینت رو میگم، در کنارش احتمالاً هایپر وی رو هم شروع میکنم به خاطر اینکه شما بتونید تست لازم رو اونجا انجام بدید. ولی خیلی میگن CCNA شروع کن، من اصلا CCNA بلد نیستم، سیسکو کار نیستم و سراغش هم نمیرم فعلا. اگر یه روزی یاد گرفتم واقعا و تونستم در حد اینکه بتونم به دیگران آموزش بدم باشم، به روی چشم حتما میذارم، ولی فعلا اصلا این کار نمیکنم. برادرم بلده، شاید اون یه روزی اومد درس داد. خب امیدوارم که جلسه 29 دوره نتورک پلاس رو دوست داشته باشید. لایک و کامنت یادتون نره، حتما برام کامنت بذارید، سابسکرایب کنید اگه سابسکرایبینگ کانال نیستید، حتما ویدیو رو برای دوستانتون ارسال بکنید، بهشون بگید که دوره رایگانه، اگه دوست داشتن بیان ببینن و فکر میکنم کیفیت کافی و لازم رو هم داشته باشه. من اردشیر کاویانی هستم، اینجا چهارراه کامپیوتره، فعلا خدا نگهدار.